دوره‌ای که الان دارید می‌بینید یه دوره مقدماتی مربوط به شرکت ملی گاز هست، ایمنی حفاری. خیلی ممنونم ازتون که سابسکرایب می‌کنید، ویدیو رو لایک می‌کنید و کامنت می‌ذارید برامون. باورتون شاید نشه، هر کدوم از این کارها برای شما شاید زیاد طول نکشه، ولی می‌تونه چنان قدرتی در ما ایجاد کنه که ما با قدرت بیشتری کار ادامه بدیم. ببینید، ادامه ویدیو رو ببینید. دمتون گرم. ما یه طراح داریم، طراح گودبرداری و سازه‌های نگهبان. افطار که کجا این مگه؟ مشهد که نیم ساعت 40 دقیقه پیش افطار بود. اگر افطاری که ببین برگردیم. آها، خیلی هم عالی. فکر میکنم آره، مشهد که موقع چای خوردیم فکر کنم افطار بود دیگه. حالا جایگاه HSE رو من خدمتون بگم. جایگاه HSE، ما یک خروجی داریم از طراح. طراح یک طرحی رو میده، ما اون طرح رو میگیریم. یک طرح میاد برای شما، یک طرح میره برای اجرا. نفر اجرا میخواد این طرح طراح رو در کارگاه اجرا کنه. شما باید بین این دو تا باشید، از طراح بگیرید رو اجرا کنترل بکنید. اجرا مسئول اجرای کار هم داریم که میاد در واقع اون بحث عملیات خاک برداری یا عملیات خاکی رو انجام میده. شما به عنوان کنترل کننده این و هر جا انحراف دیدین بعد جلوی کار رو بگیرین، قبل از حتی اگر قبل از اجرا. شما حتی میتونین چیکار کنین؟ بحث طراحی رو هم اصلاح بکنید، یعنی طراحی رو بگیرید و روش آنالیز بکنید، بگید آقا این طرحی که شما دادی گفتی یک چارزل ای بکنید و با دستگاه این امکان نداره، یک طرح دیگه بده، طرح تو اصلاح کن، طرح تو ایمن کن، ایمن سازی طرح رو تو فاز طراحی انجام بده. خب تو بحث گودبرداری غیر اصولی، ریزش خاک خیلی کم و بیشتر اتمسفر خطرناکی که من بررسی می‌کردم حوادث رو، از سال 95 اینجا نوشتم. سال 95 چیزی در حدود 15 تا فوتی داشتیم که از این 15 تا چیزی که توی روزنامه‌ها گفته بودن. از این 15 تا خیلی بیشتر از کشته شده‌هایی که مغنی بودن بعضن به خاطر گاز گرفتگی و کمبود اکسیژن بوده تا ریزش گو. و حالا اون که مثلا شما باید جنس خاک رو شناسایی بکنید و خاک ریزشی نباشه، رطوبت و نم خاک نباید بیش از حد باشه، اینها در چاه‌ها و چاه‌های دایره‌ای باید بررسی بشه، ولی معمولا چاه‌های دایره‌ای رو در واقع حفاظ سازه نگهبان نمی‌ذارن، مگر اینکه خب دایره‌اش باید بزرگتر باشه. در جاهایی هم که خاک مقاومت کافی نداشته باشه میان کول گذاری میکنن. یکی از مهمترین چالش ها در ساختمان سازی گودبرداری های غیر اصولی هست که سبب ایجاد خسارت به سازه های مجاور، تخریب تأسیسات شهری، خسارت به معابر شهری، تلفات انسانی و غیر قابل جبران میشه. که گودبرداری غیر اصولی این موارد رو ایجاد میکنه. زمان احساس خطر میبایست تمامی ساکنان ساختمان‌های مجاور محل رو تخلیه کنیم و از اطراف گود دور شیم. مرحله بعد قطع ارتباط گاز، برق و آب هست تا احتمال تبعات بعدی رو به حداقل برسونیم. خب شما یه گودبرداری انجام میدین و اون گودبرداری غیر اصولیه و میتونه روی تأسیسات مختلف تأثیر بذاره. اگر احساس خطر کردین، اولین کار اینه که تمام افرادی که اون دور برای گود هستن رو تخلیه کنین. حالا این افراد یک سریاشون توی ساختمون ها ساکن هستن، یک سریاشون هم همون دوربر کارگرای معمولی هستن که دارن کار میکنن و افراد خودتون هستن، که خب اونها رو باید تخلیه بکنین. مرحله بعدی قطع رو آب و برق و گاز هست که خب بحث حریق ها و بحث های در واقع تبعات بعدی رو اینجا مطرح میکنه. ما اینجا رو داشته باشیم، باز یک تصویر رو، یک گودبرداری غیر اصولی هست، در واقع اومده گودبرداری رو انجام داده و بغلش یک ساختمانی بوده که تخریب شد. این هم یکی دیگه از همون بحث گودبرداری ها که در واقع به صورت غیر اصولی گودبرداری شده و ساختمون مجاور میبینید به چه صورت هست.
اینجا بحث گودبرده های غیر اصولی رو مطرح کردم.